تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع با شعار جنگ افروزی رو رها کن، فکری به حال ما کن. تجمع اعتراضی دانش آموختگان حقوق در مقابل مجلس ارتجاع. آنگلا مرکل: شواهد قوی وجود دارد که رژیم ایران حمله به دو نفتکش را انجام داده است. بازنشستگان کشوری صبح امروز در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. تجمع کنندگان همچنین تراکتوری در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. درمان رایگان، خواسته بازنشستگان. ما خواهان رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بازنشستگان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی هستیم. جمعی از دانش آموختگان حقوق در اعتراض به اعمال ظرفیت در آزمون وکالت و تأخیر در بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. با سلام، اینجا پردیس روبروی جایگاه سوخت گلستان پردیس. این وضعیت از زمان سیل وجود آمده و تا الان ادامه داره. منطقه پردیس شهر اهواز ماها پس از پایان سیل همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. فاضلاب شهری در این منطقه سرازیر شده و مشکلاتی برای مردم به وجود آورده و سلامت آنها را تهدید می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت: شواهد قوی وجود دارد که رژیم ایران حمله به دو نفتکش در دریای عمان را انجام داده است. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین همراه با رئیس جمهور اوکراین صحبت می کرد گفت: ما این رخداد را بسیار جدی تلقی می کنیم. ما به همه طرفها و به ویژه به رژیم ایران گفته ایم که از افزایش تنشها خودداری کنند. صدر اعظم آلمان همچنین به رژیم آخوندی نسبت به نقض تعهداتش بر اساس برجام هشدار داد و گفت: رژیم ایران باید به توافق اتمی پایبند باشد. وی افزود: ما فشار وارد می‌کنیم تا رژیم ایران این توافق را رعایت کند، اما اگر این چنین نشود پیامدهایی وجود خواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با نشریه تایم که روز سه‌شنبه منتشر شد، در پاسخ به این سوال که در بیان اقداماتی که رژیم ایران به آن دست می‌زند کدام یک اقدام نظامی احتمالی را در پی خواهد داشت گفت: در مورد جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی قطعاً احتمال اقدام نظامی را مد نظر قرار می‌دهد. دونالد ترامپ همچنین گفت: با نظر کارشناسان امنیتی در معرفی رژیم ایران به عنوان مسئول حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان موافق است. وی افزود: فکر می‌کنم کمتر کسی در مورد آن تردید داشته باشد. رژیم آخوندی در وحشت از هر گونه تجمع مردم خشمگین از برگزاری مراسم سالگرد محمد سلاس جلوگیری کرد. محمد سلاس سال گذشته به اتهام قتل شماری از ماموران سرکوبگر انتظامی با راندن اتوبوس روی آنها توسط رژیم اعدام شد. این مراسم قرار بود مطابق فراخوان داده شده ساعت 18 روز سه‌شنبه در تالاری در مجیدیه شمالی در تهران برگزار شود. اما به دنبال نگرانی آخوندها با
با فشار و تهدید وزارت بدنام اطلاعات و توسط نیروی سرکوبگر انتظامی از برگزاری آن جلوگیری شد.